شما رو نمیدونم، ولی من وقتی خیلی حالم به هم ریخته است، یعنی دیگه داغون داغونم، آخرین پناه من اون موزیکیه که شاید یه روزی حالم خوب کرده، به امید دوباره حالم خوب کردن میرم سراغش، یا یه چیزی که اصلا نمیدونم چیه و شانسی میرم سراغش و میگم شاید حالم خوب کنه. و الان برای من این موزیک همون موزیکه، ترکیب هیچکس و پوبون، حتی توی خوابا و پیشبینی های نوستراداموس هم قفله. و به نظرم این تضادی که دارن خیلی جذابه و امیدوارم که آهنگ خوبی هم شده باشه. هر یه روز هیچکس فیت پوبون، خدایی باید چیز جذابی باشه، یعنی این ریسکو مطمئنن هیچ کس به جون نمیخره به عنوان مثلا کسی که بنیانگذار رپ فارسی بوده، یه جورایی پدر رپ فارسی، اینکه بیاد مثلا اگر ببینه یه ترکیبی ازش مثلا خوب نمیشه با یه آرتیست دیگه، بیاد اون کار رو انجام بده. ولی از طرفی هم میشه گفت دمش گرم که چقدر ریسک پذیره. حالا جدای از این که آهنگ خوب شده باشه یا نشده باشه، ما همیشه یه عده طرفدار متعصب خار و مادر داریم که اینا اصلا هیچی رو قبول نمی کنن. یعنی به خود خواننده ممکنه توهین کنن که این مثلا چه انتخابیه کردی، این چیه، مثلا سطح تو کجا، سطح اون کجا، و همه اینا رو بذاریم کنار. هر یه روز رو میخواییم بشنیم. من یه تیکه شد که این سایگنام شنیدم که میگفت هر یه روز یه سال برام، و واقعا این روزا عجیب داره برای من کش میاد و در این حال هم تنده. برو بریم. تنظیمش با پوبون بوده. روش به شدت منو گرفته. یک دقیقه از موزیک گذشت، تایم موزیک 4:30، 4:31. این یه دقیقه برای من جذاب بوده و میتونم آمادگی شنیدن صدای هیچکس رو داشته باشم در کنار پوبان. دوباره نخوابیدم، افکار پریشون، اگر دوستی وارد میشن شب بیزنن شبی خون، با خودم درگیر، دست به گریبون، از آینده نامیدم، از گذشته پشیمون، ولی چه میشه کرد، صداهای تو سرم نمیشه قطع. چقدر خوبه، بعد از مدتهای خیلی زیاد از هیچکس داریم یه کار غیر سیاسی میشنویم، یه کار دلی. این همون چیزیه که فکر میکنم خیلی از هیچکس انتظارشو داشتن. دیگه چشام نمیشه تر که بریز عشق، چرا آروم نمیشه درد، بدنم یخ زده، دستم نمیشه لمس، انگار چیزی که میخوام جلومه ولی بهش دست نمیشه زد. دیگه خوشحال نمیشم، هیچ جا انگار رام نمیدن، پنجره اینی که ماهو ببینم، این در رو باز نمیشه، میخوام از درد داد بزنم، زمین و گاز بگیرم، شاید امشب میمیرم و فردا از نو زاده میشم. فوش میدم که چرا، به خودم، به حسار، به این که نمیشه بشه خاص، به این که نمیشه بشه داشت، فوش میدم به هر چی که نمیشه داشت. چه خوب نوشته. یه نکته ای که برام خیلی جالب بود بگم، این که خواننده های دیگه، اصلا نمیخوام نام ببرم، خواننده هایی که شاید یک دهم هیچکس هم اعتبار و قدمت نداشته باشن،
قبل از اینکه موزیکشو منتشر بشه، مثلا از دو هفته، از یه ماه قبل حتی بعضن میگن که خب فلان همکاریمون فلان روز میاد فلان ماه میاد، یا مثلا قبلش کلی تیزر میدن میگن آماده باشین این بمب سال و فلان و بیسار. بعد هیچکس یه همچین فیتی داده و صداشو در نیاورده تا زمانی که منتشرش کرده. میگن هر چقدر تو خالی تر پر سر صدا تر، همینه داستانش. ماد به چشام ولی باعث بانی یکی همه فوش خط میشه به نظام. هر یه روز یه سالم روی در نگاهم، حسرتش تو خوابم. هر یه روز یه سالم بیت قشنگ و چی میگن دلنوازیه واقعا، پیانوی محض. الان فکر میکنم پوبانم یه دونه ورس داشته باشه، حداقل فکر نمیکنم فقط کورس باشه. پوبان برو. چرا صبح نمیشه یه چی تو مرده دیگه، وجودم خورده میشه، چیزای کوچیک گنده میشه، دارم سقوط میکنم تجاه، نور داره نقطه میشه، دستم همه جا کوتاسو میگن آدم تو خودش گم نمیشه، انگاه شکم مادرم هلم دادن و فرو رفتم تو خودم، غرق فکر هوامو داری یه قلب چرک، دارم و نفسم حبس میکشم توی من، بنده بنده هر رو عدی رو خسته تر، ادامه چه سخته باید نهره زد، دیوارای صوتی بشکنم بریزم بم بشن، جنگ سرد در دیوارای صوتی بشکنن بریزن بم بشن. این ایهامه خیلی جذابه. کاورش هم یه حس افسردگی زیادی داره به نظر من، تعبیر من اینه، شاید تو نگاه یکی دیگه یه چیز دیگه باشه، اما افسردگی رو میبینم که همه جا پر از ترک، پر از خط خطیه، پر از خشه و یه چیزی دورش رو احاطه کرده که از اونم تاریک تره. چی میگن بهش؟ overthink. فکر کردن زیاد به افسردگی میانجامد. اینو یه جمله قصاری بود که نمیدونم از کیه ولی خیلی حقه. دیوارای صوتی بشکنم بریزم بم بشن، جنگ سرد درگیری تن به تن، ترس و شک معاصرم داره میشه حلق تنگ، نتیجه این جنگ یکیه، یا مرگ من یا مرگ شب، میشه پوتین پاک نباشه، شبا انقدر تار نباشه، زندگی هار نباشه، زخمامون باز نباشه، میشد این حرفا راست نباشه، ولی کسی باختو به ما یاد نداده، نظامون باید چشید پایین تا هر یه روز یه سال نباشه. باز سیاسش کردی ستون. البته یه توییتی هم گذاشته بود هیچکس در مورد این که همه آهنگای سیاسیه، نوشته بود که الان ما تو دوره‌ای زندگی میکنیم که حتی نفس کشیدن هم سیاسیه، پس از من انتظار نداشته باشین که مثلا کار غیر سیاسی بخونم. اونم جواب جالبی داده بود. زخمامون باز نباشه، میشد این حرفا راست نباشه، ولی کسی باختو به ما یاد نداده، نظامون باید چشید پایین تا هر یه روز یه سال نباشه. هر یه روز یه سال روی در نگاهم، حسرتش تو خوابم. هر یه روز یه سال سالمه، سالمه در نگاه.
شد وای. خب یادتون اول ویدیو چی گفتم؟ این موزیک حالا بدتر کرد، نه اینکه بد باشه، نه، بیشتر منو برد تو فکر و بیشتر توی اون دنیای خودم غرقم کرد. ولی از یه لحاظ اینجور موزیکا خوبه، اینکه تو متوجه میشی فقط خودت توی این گوه دست و پا نمیزنی. بعضی وقتا خیلی چک کردیم، دمتون گرم که تا آخر نگاه کردیم و همین. لینک یوتیوبش هم میذارم توی دیسکریپشن، اگه دوست داشتین برید بشنوید، که به نظرم زیاد برید بشنوید.